انتخاب خط تشکیل ارتش خلق به جای خط تشکیل حزب. مصاحبه با نشریه ایران شهر، درج شده در نشریه شماره 21 انجمنهای دانشجویان مسلمان اروپا و آمریکا، 18 دی 1360. چنان که می دانید، مجاهدین تنها نیروی انقلابی سراسری بوده که از همان فردای انقلاب بهمن ماه با شناختی که از ماهیت ارتجاعی رهبری خمینی و آینده او داشت، به جای خط تشکیل حزب با تمام قوا خط تشکیل ارتش خلق را برگزید. حتی در لابلای قضایای گروگانگیری، ما مضافاً بر افشای ماهیت خود رژیم خمینی، این خط را با تشکیل میلیشیای سراسری تکمیل نمودیم. آخر به اعتقاد ما، چنان که جریان عمل نیز صحت آن را به اثبات رساند، دیوی که در اعماق تاریخ ایران نزدیک به 1400 سال به خواب رفته بود، در اوج محبوبیت توده‌ای و در اوج مشروعیت موضعی و در اوج اقتدار معنوی و مذهبی از تاریخ‌خوانی زمان آزاد شده و به یمن سرکوب و اختناق نیم قرنی پهلوی و به یمن آخرین بازی فوق‌العاده ماهرانه دولت کارتر و به یمن ضربه وحشتناک اپورتونیست‌های چپنما بر پیکر مجاهدین خلق، در موضع رهبری بلا معارض قرار گرفته بود و می رفت تا همه چیز را در زیر سم ستوران وحشی خود ریشه کن سازد. آن دیو ارتجاع و قشریت محض و مشروع خواهی شیخ فضل اللهی بود که اکنون در رأس توسط خمینی نمایندگی می شد. بلد الورود با سرعت غیر قابل تصوری، چماغداری و لومپنیزم و ناآگاهی ارثیه دوران شاه را مضافاً بر پایه توده‌ای اخص خود که در چارچوب حزب سراسری خمینی، حزب جمهوری به اهرم حکومتی تبدیل می شد، به خدمت گرفت و به آن در هر کجا در کسبت انجمنهای به اصطلاح اسلامی بار و جاذبه مذهبی تشکیلاتی نیز اعطا نمود. به این ترتیب رژیم خمینی با خصیصه ویژه انحصار طلبانه سیاسی خود می رفت تا بر سر راه خود هر کس و هر چیز را نابود سازد و دست آخر دو راه بیشتر برای هیچ کس و هیچ گروه و هیچ نیروی باقی نمی گذاشت. یا تسلیم محض از نوع حزب توده و یا جنگ کامل به گونه امروز مجاهدین. راستی هم که آن همه وحشیگری ها و سانسور و زندان و شکنجه هر نیروی راستین ملی و مردمی و انقلابی در دوران پیشین، خود به بهترین صورت فضا را برای ولایت عهدی سیاسی و اجتماعی خمینی آماده کرده بود. به هر حال از آنجا که برخورد با رژیم خمینی اجتناب ناپذیر بود و او به اصطلاح هیچ خدایی را بنده نبود و زبانی جز زبان چماغ نمی فهمید، مسئله اساسی ما از روز اول در حول تشکیل ارتش خلق این بود که چگونه می توان ماهیت ارتجاع حاکم را برای وسیع ترین اقشار گسترده مردم به بهترین صورت برملا نموده و آنگاه آن را در بالاترین نقطه انفراد و انزوای سیاسی و اجتماعیش به دام انداخت. از همون اولین سال حکومت خمینی، سازمان مجاهدین خلق ایران به تشکیل و سازماندهی میلیشیای مردمی پرداخت.
آخه ما مجاهدین از روز اول هم به روش حزب بازی و حزب سازی که مد نظر خیلی از گروه های سیاسی اون روز بود اعتقاد و اعتماد نداشتیم. خطر ارتجاع خمینی رو به عینه جلو رومون می دیدیم و می دونستیم به طور نسبی که چی در پیشه. کما این که خمینی هم حریفش رو خوب شناخته بود. مگر نیست که از روز اول شروع کرده بود به سازمان دادن این دسته های چماغدار و پاسدار. در طرف مقابل ما هم نمی باید به وظیفه‌ای که مردم بر دوشمون گذاشته بودند پشت می کردیم. میلیشیای مردمی با همه افتخارات تاریخیش، با همه پاکبازی های فراموشی ناپذیرش محصول اون ایام بود. از سال 58 میلیشیا بنیانگذاری شده. خود این سازمان مجاهدین که به این نقاط دست یافته خودش محصول مبارزات تاریخی همین مردم ایران قبل از خودشه که اونها رو جمع‌بندی کرده، درس گرفته که مبارزه چی هست، برای مبارزه تشکیلات لازمه، تشکیلات انقلابی لازمه، انقلابیون حرفه‌ای لازمه، انضباط لازمه، چه مطالعاتی لازمه. همینطور سرنخ قضیه رو که بگیریم تو همین 100 سال اخیر میرسیم به مجاهدین صدر مشروطه، به ستارخان و باقرخان و به مردمی که مشروطه گرفتند. میخوام بگم که ارتش آزادی بخش، ارتش آزادی بخش ملی ایران چکیده و اساره و فشرده و عالی ترین مرحله تکاملی مبارزات تاریخی مردم ایران رو در خودش منعکس میکنه. زائیده این جریان تاریخی است، از اونجا در اومده. از صدر مشروطه بگیریم تا زمان شاه با همه شکنجه ها و اعدام ها و تجارب مربوطه، تا زمان خمینی، یعنی تاریخت در این مقطع زمانی تکامل پیدا کرده، ارتقا پیدا کرده، همون مبارزات و تبدیل شده به یک ارتش آزادی بخش ملی. این ارتش آزادی بخش پس ثمره و میوه این همه سال درد و رنج و خون و تجربه است. اون گل بالایی و میوه همون میلیشیا و هسته مقاومت و تیم‌های چریکی و واحدهای رزمنده بعدی است. یادتون هست که در سال 59 نشریه مجاهد شروع کرد مستمراً به افشای ماجراهای پشت پرده گروگانگیری و اثبات کرد که از رو حرفای خودشون که هدف شماره 1 مات کردن سیاسی مجاهدین و به کرسی نشوندن حاکمیت انحصاری ولایت فقیه بود. البته ما بیکار ننشستیم و سازماندهی میلیشیای مردمی رو که هسته اولیه و سنگ بنای همین ارتش آزادی بخش هست شروع کردیم. تا اونجا که بیاد دارم از روی گزارش ها و آمار خود اینها، در اواخر سال 59 آمار میلیشیای جان برکف و آموزش دیده در کل کشور از 30,000 تن بالاتر رفته بود. در همین زمان نشریه مجاهد تیراژش بیشتر از 600,000 بود. چون نمیگذاشتن، میسوزوندن، چاپخونه ها رو میگرفتن، مجبور بودیم که در 30 نقطه کشور جداگانه چاپش بکنیم. اون کلاس های تبیین جهان هم در دانشگاه صنعتی شریف
جز خمینی رو اینطور که شنیدم به طور شخصی حتی در آورده بود، چون که برای اون آموزش ها 10,000 تن با کارت شرکت میکردن و بعد در دانشگاه ها 100,000 نفر هم نوارش رو میدیدن. خب بعدم که جریان گروگانگیری تموم شد، نوبت به جنگ رسید که برای خمینی به قول خودش نعمت الهی بود. خمینی هم قصد کوتاه آمدن نداشت. دشخیم علی ربیعی، معاون وزارت اطلاعات آخوندها و وزیر کار در دولت روحانی، در مرداد 97 به هنگام استیضاح در مجلس ارتجا گفت: در طول 40 سال خدمت خود به این رژیم بحرانهای زیادی را دیده است. و افزود: یک روز در تهران 12,000 نفر میلیشیا در توپخانه رژه می رفتند. در هر شهری 1,000 تا میلیشیا رژه رفتند. ما آن روز را گذراندیم. من می دانم شرایط سختی پیش روی خودمان داریم. من 40 سال خدمت کردم. در این 40 سال بحران‌های زیادی دیدم. یادم یه روز در تهران 12,000 نفر میلیشیا در توپخانه رژه می رفتن. در هر شهری 1,000 تا میلیشیا رژه رفتن. ما اون روز رو گذروندیم. من می دونم شرایط سختی پیش رومون داریم. بخونیم کتاب هنر تحریمی که مرکز پژوهش‌ها ترجمه کرده. ما امروز داریم اعتمادمون رو تو جامعه از دست میدیم. نقاط اتصالمون رو داریم توی جامعه از دست میدیم. با هم یه لحظاتی از زندان بیان بیرون، بریم اواخر سال 58. اون روز با برادر به سمت ستاد انزلی می رفتیم. مسیر انتخاب شده اون روزمون برای اون تردد خیابون طالاقانی بود. از شیشه خودرو که به پیاده رو نگاه می کردیم، متوجه حضور تیمی از خواهرها شدیم که خواهرهای میلیشیا که نشریه می فروختن. برادر یه باره گفت: جلیل، میخوام نشریه مجاهد بخرم. گفتم: چشم، الان براتون میخرم. برادر گفت: نه، خودم میخوام بخرم. من که ذهنم درگیر مسائل حفاظتی بود، با تعجب برگشتم گفتم: برادر، اینجا وسط خیابون طالاقانی که نمیشه که. برادر اصرار کرد، گفتن که نه، خودشون میخوام بخرم. دیدم که دیگه کاری از دست من ساخته نیست. با بقیه خودروهای حفاظتی هماهنگیامون کردیم، بعد حفاظت رو چیدیم، برادر پیاده شد. منم با فاصله کوتاهی پشت سرشون بودم. برادر در مقابل یکی از این خواهرای میلیشیا ایستادن و که دسته نشریه مجاهد هم دستشون بود. در اومد برادر گفتش که یه نشریه مجاهد. برادر روزنامه رو گرفت، یه 10 تومانی داد به اون خواهر. خواهر سرش پایین بود. 10 تومانی رو گرفت و تو اون کیفش می‌خواست بقیه پول بده. برادر گفت: بقیهش رو بدیم به سازمان. اون خواهر خواست تشکر بکنه که یه مرتبه سرش که بالا کرد با برادر چش تو چش شد. بعد از یه لحظه مکس، یه دفعه مثل برگرفته ها با تمام قوا شروع کرد جیغ کشیدن و نشریه ها دستش ریخت و خلاصه همه یه میلیشیای تیم میلیشیایی که بودن دور برادر حلقه زدن. خلاصه دور برادر که جمع شدن، برادر یه چند کلمه با مجاهدینش خودش اونجا صحبت کرد و ما به سرعت برادر رو از محل خارج کردیم.
فردای اون روز پیاده‌روی خیابون طالقانی دیدنی بود. پر از تیمای میلیشیا بود که به امید دیدار روی دوست دست نشریاتشون رو برمی‌داشتن تو حاشیه خیابون فریاد می‌زدن نشریه مجاهد، نشریه مجاهد. بدونین این اشتیاق البته همیشه از طرف برادر بیشتر بود. به قول شاعر سایه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد؟ ما به او محتاج بودیم، او به ما مشتاق بود. صبح روز رژیم میلیشیا رو حتما خیلیاتون به خاطر دارین. به خاطر تهدیدات امنیتی و شرایط ویژه اون روز ما از قبل قرار گذاشته بودیم که بیرون نریم. اما برادر همون صبح اطلاع دادن که میخوان برای دیدن رژه در صحنه حاضر باشن. ما هرچی اصرار کردیم قبول نکردن و گفتن تمام ضوابط امنیتی رو رعایت میکنم. ما هم بعد از اون بلافاصله طراحی کردیم و بر اساس شرایط اون روز برادر رو با موتور به نقطه‌ای بردیم که نزدیک پل حافظ بود، همون تو خیابون انقلاب. برادر دنبال محلی بودن که بتونن از ارتفاع صحنه رو ببینن، چون اگه یادتون باشه رژه‌ها پشت هم میمد جمعیت وایساده بود، بعد میخواستیم جایی باشه که بالاتر باشه. هرچی گشتیم جایی رو پیدا نکردیم. دست آخر همون موتورسیکلت رو بردیم کنار تیر چراغ برق، گذاشتم پارک کردم، گذاشتم اونجا. برادر رفتن رو موتور رو از اونجا به رژه با شکوه میلیشیا نگاه کردن. هرچی سب کردیم برادر پایین نیامد و تا آخرین لحظه اونجا ایستادن و همزمان با مردمی هم که اونجا بودن برای میلیشیا کف میزدن. اون روز فرمانده کل برای اولین بار از ارتش خرسان دید.